سمبول بعدی اینه که هستش. این سمبول سمبول صدای ژ هستش. ژ. اوکی؟ صدای ژ رو داره. و خب به هر حال ما تو انگلیسی این صدا رو زیاد نداریم. اما در واژه‌های مانند pleasure, vision, beige, azure میتونیم این صدا رو بشنویم. یا azure یا azure به هر حال این شکل تلفظ میشه. تو اینها ما این صدا رو داریم. اوکی؟ به هر حال واژه‌های بیشتری هم هستن. به شکل‌های مختلفی ممکنه نوشته بشن. اما صدایی که ازشون کلن در میاد صدای ژ هست که این صدا هم در خط آوانگاری با این خط با این سمبول نوشته میشه. اوکی؟ سمبول بعدی این هست. این سمبول سمبول صدای ش هستش. ما صدای ش رو در حروف آوانگاری در خط آوایی به این شکل داریمش. اوکی؟ این صدا صدای ش هستش. بلندتر از بقیه اون حروف هست توی این خط. و ما توی واژه‌های مانند ship, ocean, nation, fish و issue میشنویمش. اوکی؟ ببینید که باز هم صدای ش از حرف‌های مختلف از ترکیب‌های مختلف ایجاد شد، اما کلا وقتی ما می‌نویسیمش با همین یه باره می‌نویسیمش. پس موردهای مثل ship, ocean, nation, fish و issue اینها این صدا رو در خودشون دارن. اوکی؟ مورد بعدی. اما رسیدیم به این سمبول. این سمبول سمبول صدای ل هست که توی انگلیسی هم داریمش و به همین شکل می‌نویسه میشه. ال کوچیک توی زبان انگلیسی به این شکل نوشته میشه و کلاً صدای ل در خط آوانگاری به این شکل به نمایش در میاد. اما همونطور که درباره صدای رر صحبت کردیم بهتون گفتم رر در انتها بیشتر حذف میشه و خورده میشه صداش. این حالت رو ما توی ل هم داریم، البته حذف نمیشه، یه مقدار متفاوت تلفظ میشه. مثلا ما میگیم light. اوکی؟ صدای ل رو میشنوید به چه ترتیب هست؟ light خیلی زنده و جوندار تلفظ میشه. اما اگر من مثلا بگم level میبینید که اولی رو میگم ل، دومی که پایانی باشه اون در انتها قرار گرفته میگم چی؟ ل. level اگر پس از من تکرار کنید میتونید دقت کنید به حرکت زبانتون. level وقتی ما داریم ل اولی رو تلفظ میکنیم زبون رو میاریم از پایین پهنش میکنیم، میاریمش میچسبنش رو سق دهان، اوکی؟ و هوا رو از کنارش میدیم. ل. اما وقتی که مورد آخری رو میگیم level، وقتی ل رو میگیم مثل ر دن زبون رو میاریم پشت اون سق، میاریم پشت اون لسه قرارش میدیم، اونجا میذاریمش و هوا از کنارش رد میشه. level اوکی؟ ل اول خیلی قوی تر تلفظ میشه. وقتی ال در سیلاب دوم و در پایان واژه قرار میگیره کلن یک مقدار حالت مرده میگیره، خیلی جوندار نیستش، مگر اینکه پس از اون واژه یک حرف صدادار دیگه داشته باشیم و اون حرف صدادار حرف ل رو به خودش بکشه. My level is چجور تلفظش میکنیم؟ این is آیا اولش اون ل پایانی رو میکشه به خودش و میکنه لیز. اوکی؟ my level is. اون وقت دوباره ل دو تا ل ابتدایی داریم و صدای ل اینجا جون دار میشه. اوکی؟ این ها یه شانتیون روی این درس. اوکی؟ پس ما ل در ابتدا رو متفاوت از ل در انتها تلفظ بکنیم. یه تلفظ کوچیک، یه تفاوت کوچولو داره و شاید مثلا شما میاید یا آوازی رو همخوانی کنید با یه خواننده، اینها میبینید که نمیتونید به اون یه جوری میشه. خیلی وقتا یکی از شاگردان من این رو میپرسی سر همه قضیه که این حرف آخر صدادار، حرف ابتدایی صدادار، حرف انتهایی بی صدا رو به خودش میکشه
این رو مثلا با هم دیگه تمرین که کردیم خیلی براش راحت تر شد خوندن با خواننده ها و هر شعری که مد نظر داشت، بخاطر اینکه میومد همه رو میخواست جدا جدا از هم تلفظ کنه، نمیتونست اونی که میدید رو اون چیزی که گوشش میگفت هماهنگ نمیشد گوشش بقا میشنید و یه جور دیگه میخوند و عقب میموند از اون خواننده. این هستش که روی این نکته ها دقت کنید. به هر حال به هر منظوری که دارید این ویدیو رو میبینید و میخواید حالا تلفظتون بهتر کنید، اینها کمک میکنه بهتون خوندن، حرف زدن، تلفظ کردن به هر حال براتون. امیدوارم که راحت تر بشه به هر حال با در نظر گرفتن و به کار بردن این نکته ها. اوکی؟ اما واژه هایی که صدای ل رو در خودشون دارن، لیپ مثلا یکیش هست، لیپ یا فیل. فیل ببینید که لیپ ل داره، فیل ل داره، خیلی جونش کم میشه. فیل فیل، اما لیف لیف ل با اون ل پرد داره. پول پول، اما لوپ لوپ، میگیم I'm in the loop یا I'm in the pool. I'm in the pool. اونجا پ هست که اون پاف ایر رو بیرون میده و جوندار تلفظ میشه، اما توی لوپ اون ل هست که اون حالت رو داره. اوکی؟ پس لوپ پول. تول لوت. تول لوت. میبینید که با در انتها قرار دادن اون ل چه بلایی سرش میاد و تلفظش یه مقدار کوچولو عوض میشه. اوکی؟ به هر حال اینها هم واژه هایی بودن که این صدا رو در خودشون داشتن. به هر حال هر جا که باشه، چه ابتدا چه انتها، صداش نوشتنش با چیه؟ با این حال. اوکی؟